مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده آماده مذاکره با ایران است، اما این جمهوری اسلامی است که باید بین رفتار کردن به عنوان یک کشور عادی و فروپاشی اقتصادیش یکی را انتخاب کند. این مقام دستگاه دیپلماسی آمریکا همچنین گفت مقامات ایران نباید حضور مقامات کشورهای متحد آمریکا در تهران را به عنوان شکاف میان واشنگتن و آنها تلقی کند. گزارشی از فرهاد پولادی. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه در جریان یک کنفرانس خبری در وزارت خارجه با اشاره به تحریم اخیر شرکت پتروشیمی خلیج فارس و شرکت‌های وابسته به آن گفت که فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی ادامه می‌یابد. او به اشتراک نظر واشنگتن با متحدین در تقابل با اقدامات تهران اشاره کرد. Germany's foreign minister Heiko Maas is in Tehran. وزیر خارجه آلمان در ایران بود. نخست وزیر ژاپن هفته جاری به تهران خواهد رفت. هیچ گونه اختلاف نظری بین آمریکا و متحدینش در دستیابی به هدفمان که همان عدم به دست آوردن تسلیحات اتمی توسط ایران است وجود ندارد. ما همگی معتقدیم که برنامه موشک بالیستیک ایران یک تهدید است. همچنین اقدامات تروریستی ایران و نقض حقوق بشرش. ایران تهدید کرده که برخی از محدودیت‌های اعمال شده در برجام را نقض کند و امروز وزیر خارجه ایران آمریکا را تهدید کرد که با اعمال کمپین فشار حداکثری نباید در امنیت به سر برد. خانم اورتگاس بار دیگر با اشاره به درخواست‌های 12 گانه دولت پرزیدنت ترامپ از تهران به مقامات ایران گوش زد کرد که با تمکین به آن می‌توانند یک عضو عادی جامعه جهانی باشند. ادامه تهدیدات و باج‌خواهی از طریق برنامه اتمی و اقدامات تروریستی رفتار عادی رژیم انقلابی در ایران است. شاید در آینده باز هم تهدید به بستن تنگه هرمز کنند. ما از این امر خرسند نیستیم. مقامات ایران با یک گزینه ساده مواجهند. یا به عنوان یک کشور عادی عمل کنند یا شاهد فروپاشی اقتصاد خود باشند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین نسبت به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی واکنش نشان داد و آن را انتخاب مسیر نادرست توسط ایران عنوان کرد. Iran's recent threat to cease performing key nuclear commitments under the JCPOA. تهدیدات اخیر ایران مبنی بر توقف اجرای تعهداتش در چارچوب برجام گام بزرگی در جهت نادرست است. نشان از ادامه چالشی دارد که صلح و امنیت بین الملل با آن روبروست. ماه گذشته آمریکا با اعلام اینکه آرایش شبه نظامیانه مورد حمایت ایران در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه به تهدید مستقیم و فوری علیه منافع دیپلماتیک و نظامی آمریکا تغییر کرده است، توان نظامی خود در منطقه را به شدت افزایش داد. پرزیدنت ترامپ با این حال اعلام کرد که به دنبال روی نظامی با ایران نیست و از مقامات تهران خواست است برای دستیابی به توافق جامع با او تماس بگیرند.